بسم الله الرحمن الرحیم تر نو خبر یالانو ګرانو هیوادوال سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په پایل کې د افغان امنیتی او د فایز واکونو د شهیدانو روح ته دعا کوم او ته په یم زدلوی خدای جل جلاله دربار څخه عاجل شفاء غوارم په دې کانفرنس کې ځ تاسو ته پتی رو درې ونې کې د امنیتی میثاق د تطبیق برخه کې د پرمختګونو او لاسر اورن پاره چه جرمی شبکو او مجرمین سره مبارزه پک شامل ده معلومات در کړم او بیا است ستاسو پختن ته هم جواب هم همکارای گرامی و هموطنهای عزیز ما در قدم نخست در مورد میساق امنیتی که در ولایت کابل در مرحله نخست ما در حال تطبیق داریم بر شما معلومات میتونم و سپس جزیات جرایم جنایی را سراسر افغانستان هم برای تان شریک میسازم و در اخیر پرسشایی که دارید. میثاق امنیتی مشکل که شما میدانید هم و ما در جریان قرار دارن در سه هفته اخیر در کابل تطبیق شده و هنوز هم در حال تطبیق است. میثاق امنیتی یک پیمان دو جانبه دولت و مردم است که شهروندای ما در کابل هزاران تن به گونه رضاکارانه با ما همکاری کردن با وزارت امور داخله و پلیس و صدها مجرم و جنایتکار را لستایش با ما شریک ساختن شناسایی کردن از مناطقشان که یک همکاری بسیار نزدیک با پلیس و وزارت امور داخله است و این میثاق در واقع انکشاف برنامه‌ای که ما قبلا در وزارت امور داخله داشتیم اصلاحات ساختاری را که بر رسیدگی به خواستای مردم رهبری وزارت امور داخله او را آورده میثاق تطبیقش میتونه کمک بکنه و نتایج مثبت را رقم بزنه ما موارد مهمی را که در یک سال گذشته در وزارت امور داخله او را تطبیق کردیم ام و امروز به مرحله یک میثاق همگانی امنیتی رسیدیم او ایجاد طرز عمل ها و تهیه طرز عمل های حوزات پلیس است که در این طرز ها چگونگی رسیدگی به خواستهای مردم چگونگی رسیدگی به شکایت های مردم و شهروندان ما تسجیل شده و کارکردهایی که حوزه های پلیس نسبت به قضایای های جرمی و قضایای های که به او بتانه مشکلات مردم را و خواسته های مردم را مرفوع بسازه گنجانده شده در گذشته ما در 22 ناحیه حوزه پلیس نظارت خانه ها داشتیم که طرز عمل جدید ایر رفع ساخته ما فعلا دو نظارت خانه داریم که مزنونین که توسط پلیس گرفتار میشن برعکس گذشته 22 پروسه که تطبیق میشد حالا به دو مرحله یا زیر نظارت قرار می گیرن یک پروسه شفاف و رسیدگی به خواسته های مردم و برخورد با مجرم مزنون و متهم صورت می گیره که یک از گپای خوبی که در این طرز عمل از جلوگیری از فساد است در گذشته ممکن فساد رخ میداده در حوزه تبانی و یا سازش صورت می اما کاهش 22 مرحله به دو مرحله نظارت نظارت مزنونین و متهمین این زمینه ها را برداشته و شفافیت لازم را بر رسیدگی به خواستا و شکایات مردم در هر بخش فراهم کرده مرکز خدمات عامه ما هم تسهیلات لازم را برای رسیدگی به خواسته های شهروندان ما و مراجعین ما فراهم ساخته از صدور جواز اسلحه تا مترای زیره و تا موارد دیگی که ارزی خدمات هست برای شهروندای ما در مرکز خدمات عامه ما قابل دسترس و قابل دسترسی برای همه هم ما هم می باشه ریاست امنیت داخلی ما که در وزارت امور داخله فعال است به سلوک و رفتار پلیس نظارت داره که ما بعدا دستاوردهای که ما در 21 روز گذشته از نظارت به عمل کرده منصوبین پلیس ما داشتیم با عدد و ارقام امروز تان شریک میسازم اما میثاق امنیتی هم در واقع تطبیقش پس از ای اصلاحات را که ما بر شما اشاره کردیم تانسته که ما را به یک مرحله امیدواری برسانه ما یک فیصدی را برای کاهش جرایم در کابل داریم هرچند قناعت بخش از دید شهروندای ما نخواهد باشه اما تلاشهایی است که میثاق امنیتی به عنوان یک بسیج همگانی به عنوان یک تجدید تعهد میان شهروندا و میان حکومت و سکتور امنیتی به خصوص وزارت امور داخله این تجدید تعهد بتانه که ما را به مرحله برسانه که جرایم را و جنایت پیشگان را ما دستگیر بکنیم در همکاری با مردم همکاری که همکاری رضاکارانه است ما تشکر میکنیم از شهروندای کابل که صدها تن از جنایتکاران را بر ما شناسایی کردن و ما اهداف دستگیری خود سری جنایت پیشا انجام دادیم تعداد دستگیر شدن و تعداد باقی مانده لیست هدف دستگیری ما سرشان جریان داره و هشدار ما برای همه جنایت پیشگان مجرمین و کسایی که باعث اخلال امنون از ما میشن چی در کابل چی در ولایاتی است که اینها از دید ما پنهان نمیمانند و امروز یا فردا دستگیر میشن و در صورتی که مقاومت کنن چنانچه در گذشته هم موارد را ما داشتیم قطعا پلیس یونا را از پا در میاره در نتیجه تطبیق میثاق امنیتی در سه هفته گذشته ما چند مورد مهم را در کابل داشتیم شش تیم سیار که اینا با معلومات الکترونیکی در دروازهای ورودی کابل و نقاط مختلف کابل توضیف شدن و این نتایج خوب را برای تشخیص کسایی که از این دروازه مرور می میکنن داشته و دروازه های کابل با سیستم بایومتریک مجهز است که همه دریورا و کسایی که چی مشکوک باشن چی عبور کنن از دروازه ها یا بایومتریک میشن و کسایی که اینجا توضیف شدن تعلیمات مسلکی را دیدن در نتیجه اجراعاتی را که بخشای کشفی ما داشتن در مسیر شهرهای کابل چراسیاب تعداد 16 تن از جمله 5 تن مربوط به وزارت فوای دامه و یازده تن افراد مسلح غیر مسئول که اینا در همدستی با مامورین ای ارگان دست به خوازی و قطع طریقی می با اسناد و شواهد بازداشت شدن و دوستی محول سارنوالی شدن این گزارش ما صرف مخصوص کابل است اقداماتی را که ما در کابل در بخش جرایم طی سه هفته انجام دادیم در چارچوب میثاق امنیتی او در نتیجه همکاری شهروندای عزیز ما بوده که ما تشکر میکنیم از ایشان پلیس هم وزارت امور داخله از سیار مخفی را که ما در بین شهر و ورسولای کابل داشتیم اقدامات را بالای اهداف مجرمین انجام دادیم که 127 تن شامل 11 بان گروپ و 48 نفر و همچنین 20 تن که به اساس معلومات مردم و در این حال 59 تن به مزنونیت قتل سرقت های مسلحانه چپاولگری زورگویی و سایر جرائم اینها دستگیر شدند و دو تن از مجرمین که با پلیس برخورد کردند از بین رفتند و پنج تن دیگه زخمی شدند همچنان به تعداد 432 تن افراد ولگرد که باعث آزار و اذیت مردم می شدند کابل از نقاط مختلف شهر کابل جمعوری شدند میثاق امنیتی هم شکلی که ما در ابتدای سخنم یاد کردم به عنوان قرارداد و تجدید تعهد دولت و ملت تانسته که یک مقدار سطح جرایم را در کابل کاهش بده و انوز هم تلاش های ما در یرس جریان داره ما تقریبا هفتاد میثاق امنیتی قرارداد میثاق امنیتی را با شهروندای کابل شمول ولسوالی ها امضا کردیم که در نتیجه امضای قرارداد میساخ که همکاری نزدیک و رضاکارانه مردم را نشان میده در این ساحات جرایم صورت نگرفته و این نشان میده که همکاری شهروندان ما میتونه که باعث تامین امن و نظم و کاهش جرایم شود در عرصه مبارزه با مواد مخدر هم به اساس چارچوب میثاق امنیتی ما عملیات های مختلف را داشتیم سی عملیات مبارزه علیه مواد مخدر طی سی هفته اخیر انجام شده که 90 تن از قاچاقبران مواد مخدر شامل 18 تن قاچاقبران بزرگ سی تن قاچاقبران متوسط و 42 تن از خرده فروشان مواد مخدر دستگیر و بنات های دیو قضایی سپرده شدند و از نزد از یا نزدیک به 200 کیلوگرم مواد مختلف و نو مواد مخدر و 559328 و و و و و و هزار دلار امریکایی و, و, امریکای و نزدیک به 10 میل اسلحه، 4 رده و ساید و 25 سیت موبایل به دست آمده زمنان تعداد 200 65 تن متادین جمعوری شده و 24 محل خرید و فروش مواد مخدر هم تشخیص و مسدود گردید است. ما تنها در کابل به اساس تفتیش داخلی را که بخش امنیت داخلی ما داشتن در نتیجه تمرکز بالای شبکه های جرمی به تعداد 26 تن شامل قمندان کندک دروازه ها با تعداد شش تن به ارتباط اخاذی و فساد یک تن سرباز به ارتباط اختطاف یک تن کارمند جنایی و دو تن کارمند و همچنان سه تن کارمندان جنایی اینها به ارتباط سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت شدند و همچنان چهارده تن پلیس به ارتباط جرائم مختلف به شمول فساد اداری دستگیر شدند و هایشان محول سارنوالی نظامی شدند. در عرصه توریسم تنها در کابل در نتیجه 31 عملیات خاص و مشترک نیروهای امنیتی دفاعی 93 تن به شمول 42 طالب 12 تن از اعضای گروه دایش یک تن از شبکه حقانی سه در پیوند به ترور کارمندان دولتی اینا دستگیر شدن از نزد اینها 89 میل اسلحه 21 قبضه بم دستی دو پای مخابره و تجهیزات نظامی به دست آمده و همچنین در نتیجه هشت اقدام پیشگیرانه که انجام شده دو واسکت انتحاری پنجاه حلق ماین و هشت میل اسلحه مختلف و نو به دست آمده که زمنان از ترور و اختطاف سه تن از قضات، هشت تن از سارنوالان و چارده تن از اهداف را که اینها ای مجرمین تحت کار داشتن جلوگیری به عمل آمده و در پیوان دستگیری های وجود داشته. این تنها گزارش کابل بود. در سراسر افغانستان در سه هفته گذشته ما ارجابی های ما نشان میده که ما مواقعات را داشتیم در دا بحث جرایم جنایی 532 واقع جنایی در سراسر سر کشور تا 21 روز گذشته به وقوع پیوسته که 351 واقعه زیر کشف است و 600 تن از مزنونین دستگیر شدن که به اساس یک فیصدی 66 فیصد اجرات پلیس را نسبت به برخورد به قضایای جرمی در سراسر سر افغانستان نشان می‌دهد. و تعداد از مجرمینی که مفرور هستند ناظر تعقیب پلیس قرار دارند اقداماتی که انجام شده در سراسر افغانستان که دستگیر شدند تعداد به تعداد 20 باند گروپ که اینها گروپ های خطرناک جرمی بودند 118 تن قاتل 13 تن چپاولگران و رهزنان 51 تن سارقین و ساید 47 تن سارقین اموال و 13 تن سارقین مسلح 7 تن به اتهام اختطاف 66 تن حاملین سلاح های غیر قانونی دو تن قاچاقبران اموال و متباقی 283 تن مزنونین اینا سایر جرایم را مرتکب شدند که بر علاوه از نزد مزنونین 78 میل اسلحه 596 فیر مرمی، پنج حلقه بم دستی، شست لتر مشروبات الکلی، پنج اراده وساید و نو اراده موتر و همچنان پینجا و نو قاب نمبر پلیت غیر قانونی به دست آمده. در بحث جرایم و برخورد با گروه های جرمی و جنایت پیشه موارد با عدد و ارقام امرای شریک شد تعهد و اطمینان ما برای هموطنان ما هم در مرکز و هم در سایر ولایتی است که میثاق امنیتی را به عنوان یک برنامه کلان امنیتی و مردمی به مراحل بعدی در سراسر سر افغانستان تطبیق می کنیم نتایج 21 روز تطبیقی میثاق نشان میده که ما یک فیصدی را جرایم را داشتیم مرایل بعدی تطبیقی میساق در ولایت هرات در تخار، لغمان، مزار شریف، یا ولایت بلخ و سایر ولایات به اساس نیاسنجی امنیتی ولایات میساق امنیتی در همکاری با مردم تطبیق خواهد شد میشه که سوالهای را به خانش که جواب بدیم پیش از ای که از شما سوال مطرح کنید، من یک مورد دگرم که نیاز است با شما شریک بسازم از کابل شریک ساختم ریاست امنیت داخلی ما که وظیفهش نظارت بر عملکرد کرد و کنترل از رفتار پلیس است ما در سراسر افغانستان یه ارقام امرای تان شریک میکنم که در ماه سرطان ما 128 تن از منصوبین پلیس را و 14 تن از منصوبین ملکی را در پیوند به قضایه های فساد اداری جرایم جنایی ارتباط با دشمن در سطح مرکز و ولایات بازداشت کردیم که دوسیه هایشان محول سارنوالی نظامی شده میره بانی آریام من دیر موضوع پاره باندیم هر آرخیز معلومات اوس به در رسانه یا پختین را وقت چنمو کردیم. شرکی پا پایل که کلید را دو سوال کردی با وجود تبیق برنامه مثاق امنیتی در کابل هنوز هم سطح جرائم کاهش نیافته دلیل آن چیز آیا این برنامه ناموفق بوده است یا خیر ما توضیحات خود دادیم قبلا وقتی یک برنامه کلان شکل میگیره انتظاری است که ما فرصت بتیم برای تطبیق همه مواردی که در این میثاق درد شده این میثاق یک برنامه کلان و همه مردم و دولت است که نه تنها سکتور امنیتی، سکتورهای خدماتی، شهروندای ما، نهادهای غیر حکومتی هم برای همکاری در راستای مبارزه با جرم و جنایت دخیل هستند و ما از همکاریشان تشکر میکنیم این میثاق یک برنامه همه و کلان است ما هنوز به مراحل نخست و روزهای نخستین تطبیق میثاق قرار داریم نتایج قابل ملموس در یک ماه آینده دو ماه آینده و مرحله سه ماهه و شش ماهی را که تعیین کردیم او انشاءالله قابل ملاحظه خواهد بود و این یک مراحل طولانی تر تطبیق را داره به شمول از که با شبکه های جرمی و جرایم برخورد میشه امنیت شهرها یک از اولویت ها سک دی پلاناس ډیره معنا یک تلویزیون د پختنی کړی دی زبې جدا 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 دتوایم چې ډوړه تجربه هوه سامانه اوبل پختنه د لوې څون ولی میگویا د سال 1395 تا سال 1398 بش از 5000 قرار گرفتاری را صادر کرده کی باید به با اساس 7500 تن بازداشت شوند وزارت امور داخله تا کنون چه تعداد را بازداشت کرده امور خهتون چیست من نه پد برخه کی د یو جونګری کانفرنس لار نه جزیات به خپل ایوادوال سره بشری کو امان چې جزیات بخاطر پرسش شون کوتا مخایم رائے کوم یی است کی تنها در سال جاری در چهار ماه سال جاری 939 قرار سارنوالی تطبیق شده که به اثر از این 1159 تن دستگیر شدند ای با مقایسه سالهای 1397 و 1398 بیش از 70 درصد انکشاف پیشرفتها را در تطبیق قرارها نشان می‌دهد اما شکل که اول هم گفتم در مورد ما یک کنفرانس اختصاصی را در روزهای آینده خواهیم داشت که در مورد تطبیق قرارهای سارنوالی همه جزئیاتی را که هموطنهای ما و رسانهای محترم ما توقع دارن او را با مردم خود از طریق رسانه ها شریک دیر من دویم پختنه ده. چی تعداد از زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدان نبرد برگشتند همچنان مقام های محلی در پکتیا و پکتیکا گفتند که جای جنگجویان طالبان را جنگجویان پاکستانی پر کردند خب طالبان در میدان های نبرد هنوز حضور دارند و در برخی از ولسوالی ها در ولایات مختلف اینها خشونت ها را افزایش دادند ممکن است که در بینشان از او افراد را که شما نام بردین حضور داشته باشن وقتی اونا جنگ میکنن خشونت ها را افزایش میتن اگر ای کسا خلاف و تعودشان به میدان نبرد هم برن نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آمادگی عام و تام برای دفاع از وطن و مردم خود دارن تشکر تلویزیون رای پردا سوال کرده امارهای تلفات افراد ملکی در کشور اخیرا در چی سطح بوده و بیشترین عامل تلفات افراد ملکی کدام گروه ها بودند در 21 روز گذشته از اثر حملات تروریستی طالبان در ولایات مختلف که مجموعا 1175 حمله تروریستی را انجام دادند با 471 تن از هموطنان ملکی ما تلفات وارد شده که از این مجموع 138 تن از های ملکی ما شهید شدند و 333 تن دیگه مجروح شدند عامل عمده که دای تلفات چرا تلفات والد شده واضی است که طالبان هستند اینا خشونت ها را افزایش دادن از مجموع 1175 حملات و تحرکات توریستی را که طالبان داشتند در سه هفته اخیر هفت مورد حملات انتحاری بوده 218 مورد انفجار ماین ما ها بوده دو حمله تاجمی بوده و 43 مورد ترور داشتن انداختایی های که اینا داشتن مورد زیاده بوده بالای 400 تحرک انداختای تاجمی را داشتن و حملات تاجمیشان به میشکل 414 تا 414 مورد بوده و کمین های را که اینا در مسیر راه ها گرفتن که از اثر از این های ما ماسیب دیدن و همچنین انفجار ما این ها پیشتر یاد کردم 218 مورد انفجار ما این ها و 88 کمین که از اثر این حملاتشان 471 تن از هموطنهای ملکی ما شهید و مجروح شدن دیر منانه. ملی تلویزیون پخته نکرده میزان خشونت سوی طالبان در چند روز اخیر چقدر بوده و چند تن تلفات ملکي داشتم خب تلفات مولکي را ما یاد کړم درمورد خشونتای طالبان سلوردهش فیصدو تاریخوال زیات سوي دي چې دغه تاریخوال د افزايش په برخه کې طالبان مسؤل دي د د افزايش خشونت په برخه کې د دی رول اول دی او ډیره مهم ده چې دی د خشونات د افزایش په برخه کې خلکو ته هم مرګ جوب لوخت دي او په دې برخه کې د مونږ جرمنه د امنیتي او د فایز وکونو ژمنه ده د خپل خلکو او د خپل هیواد نه دفاع کوو تشکر تلویزیون خورشید سوال کرده د گزارش یمنه روهای امنیتی هم در بخش از تلفات غیر نظامیان متهم شدند با وجود که بارها حکومت در پی راهکار برای جلوگیری از حمله های بالای غیر نظامی شده است متاسفانه نتیجه نداده است یک بار دیگه من تاکید می که افزایش خشونت و افزایش تلفات ملکی عاملش طالبا هستند که با عدد و ارقام شما می که هر هفته اینا تحرکات را در نقاط مختلف دارند که از اثر از, از او برای های ملکی ما تلفات زیاد وارد میشه واضح است که تلفات بیشتر طالبا وارد میکنند. تلفات ملکی را طالبا مسئولش هستن و دلیلشی است که طالبان از اماکن مسکونی از مساجد از خانه های مردم به عنوان پناگاه استفاده میکنن و با حمله به اماکن مسکونی و مناطق مسکونی باعث میشن که بر مردم آسیب برسه ماین ما های کنار جاده و ماین ما هایی که اینا تابعه میکنن در مسیر راه ها و شاهراها ها قطعا عامل کلان بر تلفات ملکی است ای از دید هیچ کس پنهان نیست از دید مردم ما از دید همه ما پنهان نیست که طالبان مسئول در اول تلفات ملکی و تلفات بر مردم ما هستند تشکر سوال دومش است در روزای پسی نیروهای پلیس در نقاط گوناگون کشور تلفات دیدن. امار دقیق از تلفات یک ماه پسین این نیروها بدهید و بگوید که چی تدابیر به خاطر جلوگیری از تلفات پلیس در نبرد با طالبان دارید در جنگ هر دو طرف تلفات می داشته باشند ما در حالت دفاع فعال از خود از مردم خود و از خاک خود دفاع کردیم و در این حال بر دشمن هم تلفات وارد شده ما بر نیروهای امنیتی ما هم تلفات وارد شده بر ملکی ها و شهروندان عادی ما هم که عاملش طالبان هستند تلفات وارد کردن تمام تلاشی است که یک ایوازی است که عامل تشدید خشونت ها طالبان هستند اینها باید تعهد بکنند به اساس مو تعهد اولی را که اینا برای کاهش خشونت ها کرده بودن اما برخلاف از جو عمل کردن انتظاری است که اینا خشونت ها را کاهش بتن در این صورت میتونا تلفات پایین بیایه ما آنچه که میکانیزم به سکتور امنیتی است تاکید رهبری سکتور امنیتی سر کاهش تلفات نیروهای امنیتی است ما از میکانیزم های مختلف استفاده میکنیم که بر نیروهای ما تلفات وارد نشود ما نسبت به گذشته تلفات ما پایین است و ما در این راستا تدابیر خود داریم و باز تاکید ما یک بار دیگه است که طالبا دست از خشونت بردارن و خشونت ها را کاهش بدن در غیر از این نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در هر حالت از مردم خود دفاع میکنن و قطعا که پاسخ سنگین را بر طالبان میتن دغه رامنانه امره کاغ فختنه کړي په ورسته کې حمله څومره زیات شي د جګړې د شدت کچه څومره لوړه شوه دا په افغان امنیتي ځواکونو بریدو نه د خو پرتل زیات شي ک کم شي امنیتي ځواکونو څومره بریدو نو تجواب ویلای دی ما فکر میکرم په ځخیر ما قبلا نه دوم مشک ازو استفاده کن بیا هم منانه تولنیوس پختنه کرده در یک درگیری و قتل دوتن هفته گذشته در کابل با دیگرخوای دین محمد جرد دست داشتن. پلیس در این باره چی کرده است؟ در مورد رویداد که هفته قبل به وقوع پیوسته دو عملیات انجام شده کسان که عاملین قضیه هستند زیر پیگرد باشن. می باشند به فرصت دستگیر میشن و تایقات خود ما از نزدشان شروع میکنیم. کنیم جزیات شباز به اون مرحله همراه هموطنهای ما شریک میسازیم. تشکر سوال دومش است در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی افغانستان نیز مسئول یک بخش بزرگی از تلفات ملکی شدند برنامه حکومت خصوصا وزارت داخله برای جلوگیری از این تلفات در جنگ چیست فکر می کنم پیشتر در دا این مورد صحبت کردیم و مفصل پاسخ دادم بیا هم من آریانا نیوز پختنه کرده چند فیصد خاک افغانستان تحت داری مخالفین دولت است؟ در این مورد ادای کازه بره که دشمن داره طالبان دارن شما میبینین که با وجودی که طالبان در ماهای اخیر خشونت ها افزایش دادن اما به هیچ عنوان یک بلیس از خاک افغانستان را از مناطق مختلف ایران نتانستن که زیر تسلط خود بیارن طالبان کند گذر در برخی از ولسوالی ها حضور دارن اما توانایی از ندارن که در سطح مراکز ولسوالی ها حضور پیدا کنند و یا ورسوالی ها را زیر تسلط خود بگیرند و یا در شهرها حضور پیدا کنند قطعا این توانایی را طالبان ندارند ای که چند فیصد که شما مطرح میکنین من فکر میکنم که طالبان به عنوان یک گروهی که تا اکنون نزد مردم افغانستان یک گروه خشونت طلب هستند خشونت افزا هستند توانایی ایران ندارن که فکر کنن که اینا میتونن یک قسمت از خاک افغانستان را کامل زیر تسلط خود بگیرن قطعا نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در تمام ساحات حضور دارن حضور فعال دارن و هر نوع تحرکاتی که باعث شود که بر نیروهای ما تلفات وارد شوه بر مردم ما سیب برسه نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از خود دفاع میکنن و آمادگی دفاع از وطن خود دارن تشکر رسته پختن دی ازادی رادیو ده ولې دا و once again د امنیت په برخه کې ددادو د دا چې امنیتی بن ستونه د دوی د امنیت په برخه کې پاتې راغلي او دوی هم هیواد پری خودو تارشي وي ولې امنیتی وکونه د دې محدود مرکزونو او د عبادت ځایونو په امنیت کې پاتې راغلي دي تضمین امنیت همې شهروندو مسولیت ما است ولې در یک همکاري نزدیک با هموطنهای اهل اونود و سایر هموطنهای ما که اونها احساس شد وزیر تهدید امنیتی هستند از نزدیک ما کار میکنیم ما همراه هموطنهای اهل اونود ما از نزدیک به تماس هستیم نگرانی های امنیتی که اونها دارن اون نگرانی ها را بر رفش اقدامات و تدابیر صورت گرفته ما هر روز به منظور از اینکه چطور بتانیم به خواستهایشان رسیدگی کنیم از نزدیک کار میکنیم باز اطمینان میتیم برای همه هموطنای ما به ویژه عزیز ما که احساس شده وزیر تهدید هستند اطمینان میتیم که اونا مورد توجه ما هستند و ما مسئولیت ماست که در همکاری و هماهنگی نزدیک با ایشان امنیت فیزیکی و روانیشان تامین شود دیرمانه نه دیرسانه دیر پختنی هم دوم روی که ناس و توقع ورکو کسو گفتن فقط یک مورد دیگر هم اشاره می کنم که در سه هفته اخیر دستاوردهایی را که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در بخش توریسم داشتن کشف و خونساسازی سازی 200 حلقه ماین است که شما فکر کنین که اگه 200 حلقه ماین که طالبات تابعه کرده بودن باعث فاجعه کلان انسانی می شده و در این حال مواد انفجاری تقریبا 60 کیلوگرم مواد انفجاری کشف به دست آمده مواد مخدر 3634 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده چندین صندوق مهمات مختلف است ده پای مخابره است دستگیری و کشف وسایت است ده ها اراده وسایت به دست آمده بالای نزدیک به 150 میل اسلحه مختلف و خفیفه به دست آمده و ده میل اسلحه سقیله که اینا از اثر تحرکات که تحرکات تا که طالبا داشتن نیروی امنیتی ما و نیروی دفاعی و قهرمان ما یاره به دست آوردن مهربانی شهید سب تشکر یکی خود در رابطه به می گزارش شما گفتین که ده ها نفر بازداشت شدن به خاطر جرمای جنایی عمال تروریستی مواد مخدر و اینا آیا معمولا پیش از این عمت بوده ای افراد وابسته با به افراد زورمند مقام ها و اینا هستند، یعنی چون بعض وقتها ای گزارش ها پلیس و انهاره امنیتی داشتند که افراد همیشه مربوط به مقام ها هستند بعضی مقام ها یا هم افراد زورمند آیا چنین هست یا نه در قسمت دستگیری مجرمین کلان و مجرمین خرد و شبکه های جرمی ما باید برتان بگویم که یک تعداد از مجرمین هستند که دست به جرایم کوچک میزنند اینها صرف باعث اخلال امن و نظم عمومی میشن که تعداد از یاره ما به گزارش خود گفتیم که شناسایی و دستگیر شدن به همکاری مردم و 700 تن موارد مشکوکی که توسط تیم های مخفی و اپراتیفی ما در شار شناسایی شدن یا بایومتریک شدن و این مشکوکین زیر نظارت پلیس قرار دارن در بحث شبکه های جرمی کلان ممکن است تبانی وجود داشته باشه حتی این شبکه با گروه های توریستی هم تبانی دارن مجرمین کلان بله موارد هست که حمایت میشن از سوی برخی از افراد ما سر ازی سر میکانیزم از اینکه چطور ما ای افراد را بتانیم به لیست دستگیری شامل بسازیم کار میکنیم تنفیز قانون بدون طبیعی سر همه کسانی که چی مجرمین کلان باشند چی مجرمین کوچک باشن بر ما تنفیز قانون اولویت است و ای جزی از کار ما است آریان صاحب نام نمیگین بعضی از این مقامات که شما گفتین که بله رابطه وجود داره بین بعضی از ای افراد و بعضی از مقامات نام ما در حال ارزیابی هستیم چون در برنامه میثاق امنیتی یک بسیج کلان برای تشخیص شبکه های جرمی و مجرمین خرد و کلان است ما در حال ارزیابی هستیم مجرمین کلانی که اینا توانی داشته باشند با برخی از افراد زورمند یار ما شناسایی میکنیم ما اهداف دستگیری خود را سر از تطبیق میکنیم قطعاً تاکید مایی است که قانون سر کلگی چی زرمند باشد چی کسایی که حمایتگرایی داشته باشن سرشان تطبیق میشه و هشدار ما برشانی است که ما اکنون با هیچ کسی ملاحظه و تسامو نمی کنیم و به هر سطح که هر مجرمی باشه ما امراش برخورد می کنیم و به اساس قانون دستگیرش می کنیم در رابطه به سوال پیشتر که همکار ما یک هفته پیش یک گروهی که سبب کشته شدن دو نفر شد دو نفر زخمی شدن موترشون پلیس گرفته اما اونا گفتن فرار کردن گفته شد که این دو نفر هر دوشان از محافظین جنرال جرات هستند و وزارت داخله فکر میکنم سند به دست آورده در ای باره آیا شما سندی دارین که ای مربوط به گاردای جنرال جرات است و چرا بازداشت نشدن؟ اجازه بتین که ما به اهداف اهداف دستگیری خود ما تطبیق کنیم ما قبلا هم خدمتتان عرض کردم که این دو کس کامل رویداد هستند زیر تعقیب جدی هستند پلان عملیات سرشان تطبیق میشه در هر جایی که باشن از دید پلیس به ها نمیمانند ما پس از دستگیری جزئیات کامل چیستی و چرایی رویداد در امرای شما شریک میسازیم کومبل څخه مننه کوم تاسو ټول منان درځو تاسو منان خا وقت